سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث این چند شب ما پیرامون ابلیس را بهتر بشناسیم بود. به قول بعض از رفقا معرفت النفس، بحث خودشناسی. دیشب به چند نکته از سوالاتی که نسل جوان دارن در مورد این خبیث بیاناتی رو خدمتون تقدیم کردیم. یک، جنس او و کان من الجن، و توضیحاتی که باید بدیم رو خدمتون تقدیم کردیم. دوم، اعتقادات مذهبی او که از نظر مذهبی مشکل ابلیس در توحید نیست، در نبوت هم نیست، در معاد هم نیست. اون چیزی که شیطان رو شیطان کرد و ابلاس خداوند او رو ابلاس فرمود، از رحمت خودش او رو محرومش کرد، به خاطر این بود که در عدل و در امامت تشکیک کرد. توحید او فبعزتک لاغوینهم اجمعین، نبوت او الا عبادک منهم المخلصین، معاد او انذرنی الی یوم یبعثون. منتها در عدل گفت که خلقتنی من نار و خلقته من تین، انا خیر من، انا اکبر من، من از او بزرگترم، من از او بهترم. و این چه عدالتی است که منی که از آتشم بر آدمی که از خاکه سجده بکنه. رو بحث استدلال ابلیس هم دیشب اشاره شد که آیا واقعاً آتش از خاک افضلیت و ارجحیت داره؟ گفتیم به سه دلیل نه. دلیل اول این که آتش متکبره و خاک متواضع، آتش خائنه و خاک امین، و آتش نقش رو می سوزانه، نقش پذیر نیست، ولی خاک نقش معرفت به خودش می گیره. و توضیحاتی که باید بدیم امشب می خواهیم اشاره کنیم به چند سوال دیگه که نسل جوان ما دارن در مورد این خبیث، و اون اینه که اعتراضی که ملائکه کردن با اعتراضی که ابلیس کرده چه فرقی داشت؟ مگر ملائکه اعتراض نکردن که خدایا کسی رو میخوای خلق کنی که فساد میکنه، یسفک الدماء، خون میریزه؟ چرا پروردگار عالم با ملائکه برخوردی رو نکرد که با ابلیس کرد؟ هر دو اعتراض کردن، ولی خدا به ابلیس فرمود که ان علیک لعنتی انت رجیم، ولی به ملائکه هنچی خطابی نشد. جواب میدن که سه فرق بود بین سخن ملائکه با اعتراض ابلیس. اولا ملائکه اعتراض نکردن، سوال کردن، اون چه در دلشون بود بیان کرده، و سوالشون این بود که یصف کدما، خون میریزه و فساد میکنه،
و این در بحث قالب استفهام بود، نه در قالب انکار یا اعتراض، در حالی که ابلیس اعتراض کرد به ذات اقدس الهی که این چه حکمتی است، این چه عدالتی است. نکته دوم این که وقتی خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید، تمام ملائکه تسلیم شدن، ولی باز ابلیس اعتراض کرد، حرف خودش رو تکرار کرد. نکته بعدی وقتی پروردگار عالم فرمود اسجدول آدم، سجده کنید بر آدم، همه سجده کردن، مطیع شدن، گفتن خب بله خدا یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم، احترام گذاشتن به علم پروردگار. ولی با وجود این که پروردگار عالم اومد شأنیت و مقام آدم رو نشون همه داد و اسماء رو یاد آدم داد و معلم ملائکت الله شد، مقام آدم رو دید، باز استکبار ورزید. لذا اعتراض با استفهام دوتاست. ملائکت الله چون معصومن هیچ وقت مخالفت امر مولا نمی کنن، ولی ابلیس چون از جن بود، جنم مثل انسان مکلفه مختاره، او اعتراض کرد، ملائکت الله سوال کرد، یک جواب، یک سوال. نکته دوم، بعضی جوان ها می پرسن چرا پروردگار عالم وقتی ابلیس گفت که انذرنی الی یوم یبعثون، خدا این مهلت رو و این خواهش رو و درخواست ابلیس رو خدا قبول کرد؟ این سوال بسیار سوال جالبی است، منتها جوابش هم شنیدنی است. جواب اینه، آیا درخواست ابلیس همین اندازه بود؟ یعنی ابلیس فقط و فقط گفت خدا یا منو تا روز قیامت مهلت بده، تا اون روزی که آخرین انسان رو کره زمین و در عالم مادی زنده است، یا درخواست های دیگری هم داشت، فقط همین یه درخواست قبول شد؟ وقتی تو روایات آدم میگرده میبینه نه، درخواست های دیگری هم بوده. ابلیس توقع داشت که انسان وقتی زنده است بتونه او رو اغوا کنه، در حالی که داره جان میده بتونه او رو اغوا کنه، وقتی جان داد شب اول قبرم بتونه وارد بشه و او رو اذیت کنه، موقعی که روز محشر میشه و قبرها شکافته میشه و انسانها از قبر بیرون میان، در روز حشرم بتونه شیطنت کنه، تا موقعی که میخوان حساب و کتاب کنن اونجا هم بتونه شیطنت کنه، تا دم پل صراط هم بتونه شیطنت کنه. پروردگار عالم فهمود نه، فقط ما مهلتت میدیم که تا انسان زنده است، تا موقعی که حیات داره تو بتونی سر به سرش بگذاری، وقتی مرد دیگه میدان شیطنتت برای او تمام میشه. یک نکته. نکته دوم، چرا پروردگار عالم همینم قبول کرد؟ خدا مگه نمیدونست این دشمن ماست؟ مگه نمیدونست که قسم خورده فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، داره قسم میخوره. دیشب یه سوال بود که چرا خدا شیطان رو خلق کرد؟ جواب دادیم که شیطان شیطان نشد، شیطان نبود، شیطان خلق نشد، شیطان شد، از اول پاک بود بعد اینجوری شد. برای من و شما هم همین احتمال خطر هست. این سوالی که امشب مطرح میکنیم اینه که شیطانی که بد شد و قسم خورد همه رو اغوا میکنیم، چرا پروردگار عالم این مهلت رو بهش داد؟ این سوال رو از امام صادق هم پرسیدن که یا ابن رسول الله، حالا شیطان یه چیزی گفت، خدا چرا پذیرفت؟